یذکرکم یادکنی نعمتای مر الله متعال میگه اذکرکم من شما را یاد میکنم یاد کردن الله آسان است چی وشکرولی سپاسگزاری مرا بکنی در تمام نعمتا ولا تکفرون ناسپاسی نکنی یک آیت قرآن کریم است اگر ایره خوب ترجمه کنیم مطلب و مقصدش را بدانیم کلی دین دهی جمع شده خلاص کلی دین پس گرونی انسان چه قسم بندی الله میشه الله برات میگه مرا یاد کنی یاد کردن یکی یاد کردن است صوفیا میگه نمیفهمی قرآن گفته که ذکر کنی مرا الله نگفته که مرا ذکر کنی مرا ذکر کنی ذکر و چی نمیگه از خود تعبیرات داره از خود جور کرده یکیش میگه اینی جی تا محکم بگی خودش بپره ای ذکر است اینطور میشه ای ذکر است دیگهش میگه لنگی رو طرف پر تو میاره تا این جربان دامنه کلان جور کن رقصی مولانا اگر این گلنار بگم رقص میکنه حرام است اگر مولانا رقص میکنه حلال است گلنار بگم در استودیو و در سینما میکنه حرام است خب مولانا در مسجد میکنه حلال است چیخ زدن در بازار هم حرام است پیغمبر چی نبوده کلیکین در مسجد بگوی این قدر چیخ بزن کلاس پیکر هم بپاره کن او رم بنامی چی؟ بنامی ذکر یه حلال است فیصله پیش شماست میبینیم که حالت در کدام سرحد رسیده چی گپا میشه؟ ذکر چی نمیده؟ ذکر چی می؟ لا موجوده الله لا مقصوده الله ای هم خوب ذکرش هست وگرنه ذکر خویا چیست؟ توصیف پیری خدا کرده رویست خراسانیست، سمنگانیست، تاجکستانیست بگوی هر چیست؟ بغلانیست؟ چیست؟ ننگرهاریست؟ در یک دقیقه در عشت رو میرسانه؟ اینه اینی گفه رو گفته بروی ذکر است اول مفهوم ذکر یاد داشته باشه مفهوم اصلی ذکر چی رو میگه؟ انسان در هر لحظه به دل و جان به عمق قلب الله در یادش باشه سخن میگی الله در یادت کار میکنی الله در یادت حرکت میکنی الله در یادت فکر میکنی الله در یادت نیت میکنی الله در یادت اینجا الله در یاد بودن چی معناست؟ من ترجمه قرآن کریم آغاز میکنم الله در یادم است تلاش میکنم که ترجمه را آنقدر دقیق بکنم ادنا گپ از خود اضافه نشوه غلط نشوه چرا الله در یادم است؟ الله در یادم است من اینمی معامله را میکنم مزدورکار هستم مردکه مرا آورده میگه برای من اینی کار را بکن تا بگار مردکه رفت یک نفر است در جای دیگه کار داره اینجا الله در یادم است من چی میکنم؟ کار چی رقم انجام بدم؟ بیشنم قرار تا که اون مردکه باز معلوم شوه باز بگیرم زود انداخته برم یک چیزه که اینه کارگر ذکر اینی را میگه که انسان یک لحظه الله را فراموش نکنی الله قطعت است مطابق دستور الله حرکت کو سخن بزن هدف تعیین کو خلاص اینی اصل مفهوم ذکر است الله که در قرآن ما را میگه فذکرونی مرا یاد کنی در هر لحظه در هر لحظه زندگیتان خلاف دستوری ما کار انجام ندی اذکرکم ما شما را به نصرت و امداد خود یاد میکنم اگر تو به می هدف به می نیت اینی کار تو شروع میکنی که مطابق تعلیمات و دستورات ما قدم میگذاری من نصرتت میکنم من امدادت میکنم توفیق برات میدم وشکرولی زمانی که کاری نیکه تو انجام میدی انجام داده میتونی عالی نگویی سینه تا نزنی که مستم وشکرولی قدر نعمت مرا بکن استعداد ما برات دارم که تو قادر به یه دبی کار کنی شدی وشکرولی نعمتی که برات دادم صحیح استفاده کن مناسب و کدام هدف که من نعمت دادم که استفاده شو بمو استفاده کن ولا تکفرون ناسپاسی مرا نکنه نعمت غلط استفاده نکنه الله برات آواز خوش داده نشوه که در مجامع عام نعوذ بالله بیت خوانی بکنی سری قرآن الله آوازت مزین کن قوت برات داده الله در جای استعمال کن که اونجا مناسب است در جهاد استعمال کن قوی نطق زبان استدلال را برات داده الله در راه دعوت استعمال کن مال داده الله برای در راه جهاد و دعوت استعمال کن وشکرولی ایمان این را میگه فذکرولی بعد از ذکری و نعمت ها و گپا الله متعال
عالی برنامه تربیتی را برای ما بیان میکنه. چه قسم انسان که اهل تربیت میگرده، چه قسم پذیرش پیدا میکنه، چه قسم آماده